سلام 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 برنامه کتاب باز شروع شد سعید بینیاز کارشناس ارشد روانشناسی نویسنده و روزنامه نگار به کتاب باز خیلی خوش اومدید خیلی ممنونم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز ارادت مندم جناب بینیاز حوزه اصلی و علاقتون در روانشناسی به کدوم سمت و سوه؟ از اون ابتدا نوشتنم و به هدف آموزش مهارت‌های زندگی به گروه های مختلف گذاشتم البته قبل از اون به شوختبی خیلی علاقه داشتم و پایان نامم در مورد شوختبی بود من تا الان کاملا تمرکزم روی تولید محتوا توی حوزه آموزش مهارت های زندگی برای بچه ها, و مربی ها والدینشون خب پس ما اول درباره شوخ طبیعی صحبت کنیم بعد بریم سراغ مهارت زندگی پایان هاتون درباره شوخ یعنی چی یعنی رو چی شوخ کار کردین چون من مثل شما خیلی دوست دارم همه چی روایت کنم بر چه خوب من یه هم اتاقی داشتم به نام عقیل شنبدی من دوست دارم همه چی روایت کنم آره آره فکر می‌کنم یکی از ویژگیاتون اینه خیلی ویژگی مثبتی از کجا اینو فهمیدین از نوشته روزنامه نگارانتون از فوق لیزانس ها لیزانس ها ارادم. خورده روایت هایی که بحب. از هر آه. کوچیکی از آه. هر کوچیکی نه، نه، کاملا در این درست میگیم آه. کاملا هم درست ولی تعجب کردم که شما اولین باری بود که همدیگر رو این ام. افتخار من داشتم که شما رو ملاقات کردم گفتم از کجا فهمیدین این نکته به این درستی و واسه م... الحق روانشناسی نورونش بفرمایید می‌فرمودی آره البته همه آدمای ایران فکر کنم یه دور شما رو دیدن مونتا با واسطه ارادتمند خدمت شما که عرض کنم من هم خاطره داشتم به نام عقیل شنبدی که ایشون بسیار شوخطبع بودند و نگاه وحشتناک ای به همه وجوه زندگیشون داشتن که میتونم یه کتاب در بیارم از روایت‌های شوخطبانه‌ای که از ایشون از زندگی داشتم دع... یعنی همیشه بودن با ایشون برام این سال وجود می و این سال وجود می که چه جوری میشه آدم این... اینقدر شوخته باشه و خیلی آدم سالمی بودن از نظر روانی در کنارش آدمای دیگه هم توی من دوره لیسانس دانشگاه خارزمی بودم که از قضا اونم یکی از لوکیشن بله، 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 فوق لیسانس هاست و آدمای دیگه ای می دیدم که میدونستم که آدم ناسالمی از نظر روانی ولی اونا هم شوخته بودن این سال برام پیش اومد که اگر شوخ طبعی ویژگی سالمیه چرا توی اون آدم دومی هم هست بعد دیدم که واقعا یه خورد نظریه ای داریم توی روانشناسی که میگه که شوخ طبعی الزامن سالم نیست سالم و ناسالم داره بستگی داره به اینکه هدف شوخ طبعی چی باشه چه ذره اینو باز کنین آره. یعنی شوخ طبعی سالم چیه شوخ طبعی ناسالم چیه امه. و چه ربطی به هدف داره امه. اگه شوخ رفتار اجتماعی در نظر بگیریم نه نه تنز اصلا منظورم نیست تنز یه اثر ادبی و توش میشه همه کار کرد اون یه بازیه تو با مخاطبت این بازیه رو پذیرفتین که تو هر نوع شوختبی میتونه میتونی داشته باشه اینو بذاریم کنار برای دوستان تنز پرداز در واقع سوء تفاهمی شکل نگیره ولی شوخ به رفتار اجتماعی که توی هر کدوم از ما میتونه وجود داشته باشه اگر هدفش این باشه دیگران رو تحقیر کنه یا هدفش این باشه که خود رو تحقیر کنه یعنی من خودم رو بکنم ملعبه یک جمع و به هم بخندن مزحکه یک جمع به هم بخندن یا اینکه دیگری رو بکنم مزحکه و به اون بخندم این شوخی های ناسالمه و تحقیقات میگه که با در واقع کسی که این شوخ طبیعی داره عزت نفس پایینی داره احتمالا اعتماد به نفس پایین داره ممکنه که مضطرب باشه افسرده باشه و و و و, و, و سلامت روان پایین تر داشته باشه در مقابل شوخی های سالم آدمایی که خودمون توی فرنگ خودمون میگیم بزلگو هستن هر جایی که میرن جمع, جمع و به خنده میندازن بدون اینکه به کسی بر بخوره که بهش شوخی پیوندهنده توی روانشناسی و کسایی که با موقعیت خود شوخی میکنن نه با خودشون شوخی کنن که دیگران بخندن فروید مثال میزنه از این شوخ آخری میگه که یک مصلح اجتماعی توی اروپا میخواستن اعدامش کنن آقای مور بعد وقتی که میخواست بره و تناب دار بندازن گردنش گفت به اون جلاد گفت که دست در نکنه منو ببر بالا پایین اومدنش رو خودم بلدم این یعنی شوخی با موقعیت و مصیبت های خود دور شوخی سال من هم یه دونه شوخی اینجوری دیدم توی یه فیلمی سالهای سال پیش دو تا کمدین ایتالیایی بودن چیچو و فرانکو یه بار اینا رو میخواستن به اعدام محکوم شده بودن که حالا البته نجات پیدا کردن تو فیلم فرانکو رو قبل از اینکه اعدامش کنن بهش گفتن آرزو چیه گفت من آخرین آرزو که قبل از مرگ پسرمو ببینم گفتن خب بریم رو بیاریم گفت بخواه من ازدواج نکرد میخواست ازدواجی بکنه و بچه دار بشه و انشالله پسر باشه و به دنیا بیاد و ببینه و بعد بمیره اینجوری به تأخیر انداخت زمان خریده پس اونم گفت منو ببریم بالا پایین اومدنشو بلده آره آره این نوع شوختبیه هم شوختبیه سالمیه جالبه که ما ایرانی ها هم از این شوخ به شکل اجتماعی خیلی زیاد استفاده میکنیم مثلا وقتی بحران اقتصادی اجتماعی توی جامعه پیش میاد می‌بینیم که شوخی با اون بحران هم زیاد میشه مثلا حالا توی فضای مجازی یا مثلا توی دوره سربازی اون دوره آموزشیش که خیلی دوره سختیه و فشار زیاده خیلی هم شوخ طبیعی بین افراد میره بالا در واقع برای اینکه این دوره رو بتونن راحت تر بگذارنن. این دو تا شوخی آخر که گفتم شوخی سالمن و اون دوتای اولی شوخی ناسالم بعد شوخ طبیعی از اول با آدمی زاد هست یا بعضیا شوخ طبع هستند ذاتن به صورت جبلی و بعضیا نیستن کدومشه تحقیق ها میگن که شوخ طبعی های ناسالم زیستی ترن یعنی ژنتیکی ترن یعنی آدما آره مستعد برای اینکه شوخی ناسالم کنند اما شوخی های سالم رو میشه پرورش داد یعنی ما الان یه عالمه در واقع سلسل جل... تعریف سلسله جلسه هایی داریم پرتکل ما هستم ترجمه کنم ت... یک عالمه سلسله جلسه های منظمی داریم بر پرورش شوخ طبی که یعنی الان... واقعا میشه یاد داد شوخی رو میشه پرورش داد ببین تهش آدم پرداز قطعا در نمیاد آها. ولی آدمی در میاد که لاقل میدونه که میشه به این موقعیت شختبانه من هم نگاه کرد. توی دوره دبستان راهنمایی و دبیرستان خیلی با ابروام و لبم شوخی میکردن. این شوخی ناسالمیه دیگه چون به ظاهر ربط داره بله یا شوخی سالمیه. بستگی داره به قرارداد با مخاطب. یعنی اگر ش... آره اگر شما ناراحت نشم شوخی سالمیه آره. اگر راحت بشم شوخی ناسالمیه آره و, و اینکه آیا, آیا, اینو به عنوان یه اثر تنز داری انجام میدی یا به عنوان یه رفتار فقط داری انجام میدی این اینا هم... یه شوخیایی می‌کردن بقیه هم می‌خندیدن یعنی انگار انگار که یه اثر آماتور تنز بوده دیگه یعنی این این میتونه سالم باشه خب خودم من خودم که بچگی با انگشتم اگه من ناراحت بشم ولی ناسالمه ها آره آره پس بعد از مخاطب چجوری باید فهمید؟ آخه مثلا ما وقتی داریم شوخی میکنیم یه چیزایی چیزاییه که مد نظرمون ناراحت کردن نیست ولی یه عده ناراحت میشن آیا شوخیمون ناسالم بوده؟ نه اگه هدفتون اون نبوده آها. آها. به هدف ذهنی شوختب ربطه و یه سوالی که بر من خیلی خیلی مهمه مثلا به کارم مربوطه اه... توی کارهایی که بچه‌ای که توی حوزه تنز کار میکنن شما با هر چیزی شوخی میکنین یه عده ناراحت میشن چیکار باید کرد <تصفح> واقعا چارش تو اینه که اون آدم ها مخصوصا آدم های سیاسی بپذیرن که توی مسئولیتی که قرار گرفتن در همه جای دنیا ممکنه باشون شوخی بشه و در, در واقع جز مرامنامه پذیرفتن اون مسئولیته اه مثل مرحوم حبیبی که همیشه گل آقا میکشید مرحوم اصاف... حبیبی تو این زمینه یه است کسی که سالهای سال همه با شوخی کردن و یک بار ابراز دلخوری یا یه رفتاری که تون باشه نکرد امه. واقعا باید الگو باشن برای همه مسئول اصلا واقعا نمیشه به سمت و سویه هیچی رفت امه. خیلی کار سختیه آرمان یادمه که آره من یادمه که توی یه برنامه با ما روانشناس شوخی شد دیگه خدمت شما که ساختمان پزشکا کی کار کی بوده اون ای وای <تصفح> و دو گروه بودن همکارای ما من خودم طرفدار اون گروهی بودم که اصلا اینکه ما الان داره با همون شوخی میشه نشون اینکه این که داره خور حرفه ما جا میفته خیلی برخورد روانشناسان و روانپزشکان با ما خوب بود یعنی واقعا من گفتم اصلا خیلی نگران بودیم نه اینکه یه عده دلخور خور نشده باشن یه دیده ولی واقعا جامعه روانشناسی و جامعه رو... و این نشون میده که من فکر میکنم باید همینجور که شما میگین شوخ طبعی رو میشه یاد داد امه. و باید یاد داد پذیرش شوخی و اینکه خودمون هم ظرفیت هامون رو بیشتر چون ما هممون من هر که دیدم شوخی رو دوست داره امه. ولی تا جایی که وارد حوزه خودش و اطرافیانش نشه امه. شوخی با بقیه باشه امه. و اینکه بدونیم همون چیز که شما اول فرمایشاتتون فرمودین که مرزی هست بین شوخی و حتی کی یا اذیت کردن ما همیشه با عزیزانمون شوخی میکنیم اه اگه کسی اصلا نشناسیم که با شوخی نداریم که شما با برادرتون با دوستتون با رفیقتون شوخی میکنیم و این که آدم ها از شوخی از کوچکترین شوخی گارد بگیرن باز برگردم به ابرو و لب خودم من این اول ناراحت میشدم هر کسی درباره ابروم یا لبم صحبت میکرد خب سمرش این بود که من ناراحت بودم برخورد بدی میکردم اونا هم ناراحت میشدن شوخی هی دوزش تازه میرفت بالاتر چون نقطه ضعف باعث قوی شدن میشه ولی وقتی که دیدم خب آخه راست هم میگن تفلکی ها با بج... من شوخی کنن این لب خیلی قطور و این ابروی خل این موهای پریشون اینجوری جای شوخی داره جای شوخی داره و خودم هم هم نوا شدم و هم آوا شدم هم لذت می بردم هم می خندیدم هم شوخیات به جای ناراحتی وارد یک فضای دوستانه و لذت بخش و نزدیکتر کردن <applause> ما شد تازه باشه شد گاهی وقتا من موام مرتب بکنم که قبلش نمیکردم <applause> میدونید یعنی افتاد توی دارم درست میگم یا دارم بله انگار میگن که چرخ دنده ارتباطه آها بل، بله یعنی در واقع روغنیه که میزنی به چرخ دنده ارتباط بل، 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 شوخی بل. و ها رو واقعا نزدیکتر میکنه من حالا شما که ابرو و لبتون خدادادی بوده و به نظرم مثلا توی یه زیبا زیبام هست از نظر من ولی من یه مصیبت خودم... آره. جناب بینیاد این زیبایی وقتشه که جا بیفته آره. من خود یه مصیبتی واقعا توی بچهگی برام پیش اومده این از نظر بچه مصیبت انگشتم قطع شد بعد و من, خیلی نو... من قبل از دبستان خوندن نوشتن یاد گرفته بودم و میدونستم برم توی مدرسه توجه عظیمی میگیرم و دقیقا سومین روز مدرسه اتفاق برام پیش اومد سومین روز کلاس اول و انگشتم قطع شد و نتونستم دیگه مدرسه برم چون انگشت بود که میشد باهاش بنویسی آها آها, آها. یعنی مثلا تا 40 50 روز من مدرسه نرفتم حالا به خاطر دوره نقاهت هم همین که نمیتونستم با دست بنویسم بعد خلاصه حالا این حاشیه مجاز که شد و یعنی تونستم با بقیه انگشتان بنویسم بعدش ممکن برای یه بچه هم اصلا خیلی این چیز باشه دیگه یه نقص باشه و من اول که همیشه میگفتم که بنظرم نظر من همه بیرین انگشت رو قطع کنین چون <applause> مشکلی پیش نمیاد توی زندگی و اینکه با شوخی میکردم مثلا میکردم توی گوشم و بچه ها فکر میکردن که اونا که نمیدونستن فکر تا اونجا رفته توی یا توی دماغم آره آها، آها. یه آها. کاریکاتور باش به وجود میاردم و راحت, و راحت بودن. آره،, آره عجب درس بزرگی بعض وقتا همکارا مثلا بزرگ. توی محیط جدید میگن که ما بعد از سه چهار سال میفهمیم که تو انگشتت قطع شده چون که انقدر باش راحتی به عنوان انگار یه رو شوخی بگیریم باش راحت باشیم مال خودمون بکنیم و به عنوان چرخدنده ارتباط ازش استفاده کنیم نه شمشیری برای ما با... آفاره. آفاره. چه خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی, ممنونم چقدر صحبتتون برای من یکی مفید و کار به شدت دست 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 به دست... دست... دست یه سوال دیگه هم بکنم و این بخش رو تموم کنیم چه جوری میشه شوخ طبعی رو یاد گرفت؟ ببینیم میگم که یک سلسله مراتبی داره مثلا یکیش اینه که بیایم به موقعیت هایی که توی زندگیمون پیش میاد چه خونسا چه غمبار به این فکر کنیم که چه چیز شوخ ای میتونه چه چیز خندهدار میتونه توی این وجود داشته باشه واقعیتش اینه که واقعا همه همه تراژدی های وجه کمیک هم یه وجه شوخ طبعانه هم داره ولی ما این که به عنوان کس ن... یعنی به اون کسی که نگاه میکنه به اون نگاهمون رو میتونیم تغییر بدیم و اون وجه شوختبانه رو در بیاریم و هم خودمون با اون موقعیت راحت‌تر باشیم و هم راحت‌تر بتونیم عبور کنیم این پرورش ذهن توی این در واقع موقعیت‌ها خیلی کمک میکنه به شوخ تر شدن چیزهای دیگه هم هست مثل شوخی‌های زبانی اینا که مثلا اون سطحی‌تره آه. مثلا با کلمه ها شوخی کردن اون خیلی سطح ولی این عمیق ترین شکلش اینه که با موقعیت های با مصیبت بار شوخی کنیم بسیار ممنونم بفهمه که چای ملدنی دمنوش چای اگر لطفه چای دو تا دونه میاد شما <applause> <applause> آی بینید، گفتین غیر از شوخ طبعی روی مهارت های زندگی هم کار میکنین اولا بفرمایید مهارت های زندگی چی هست ببینین یه معنی عامی داره مهارت زندگی که هر مهارتی که به درد زندگی کردن بچه و بزرگ سال بخوره از بستن بند کفشش مثلا تو پیش تا لوله کشی یاد گرفتن توی نوجوانی میشه مهارت زندگی ولی به این معنی قطعا من توش کار نکردم یه معنی دست شما در نکنه جار. خیلی ممنون تشکر <applause> یه معنی باریکتر هم داره به قول ادبا بله که توی دنیای بهداشت روان اولین بار سازمان جهانی بهداشت ما یه سند پنجاه ای داد و گفت ما ده تا مهارت روانشناختی داریم که اگه اینو به بچه یاد بدیم تا حد زیادی واکسینه میشه جلوی آسیب روانی که این ده تا خلاصش بکنم یه سری مهارت خداگاهیه یک سری مهارت های اجتماعی یک سری مهارت مدیریت احساسات و یک سری مهارت تفکر و واقعا پجوهش میده نشون می که اگه بچه توی بچگی اینا رو یاد بگیره بعدا جلوی آسیبایی مثل مثلا مواد مخدر مصرف کردن مبتلا شدن به بیماریهایی که به رفتار رب رفت داره مثل ایدز استراب افسردگی خودکشی و از همه اینها میتونه تا حد زیادی پیشگیری بکنه من کار مطبوعاتیمو که گفتم توی این حوزه مهارت های زندگی بود ناشری به من پیشنهاد داد که خب بیا اینها رو تبدیلش کنیم به کتاب حالا باز تعریفش کنیم و کتابش کنیم و این در اتاق فکرهایی تشکیل دادیم و این کار کردیم و خوشبختانه خیلی خیلی دیده شد خوب. خودتون از کجا یاد گرفتیم؟ من جز اولین یعنی که خوششانسه که داشتم جز اولین گروه هایی بودم که به عنوان دانشجو نه دانشجوی روانشناسی این مهارت ها رو رفتم و آموختم توی یه دوره ای که چند تا از در فعالای دانشجوی دانشگاه تهران وزارت علوم اومد یه دوره ای شما برگزار کرد مثلا جزو اون صد نفر یکیش هم من بودم الان یه مدرسه خیلی معروفی هست به اسم سکول of life مثلا که آل اصلا هدفش همین یاد دادن مهارت های زندگیه که ام. کتاب هایی هم که این مدرسه منتشر میکنه بخش زیادش به فارسی ترجمه شده بله، خوش بله، 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 خیلی هم کتاب های خوبیه خیلی آدم خوش قلمیه دو باتن. بله، خیلی خیلی بله، خوش قلم بله. و هدف اون مدرسه حتی فراتر از این ده تا مهارت و همه هم خود دو باتن ننوشته ام. خیلی از این کتاب رو متخصصین و صاحب نظرهای این رشته نوشتن ولی مدرسه دو باتن همون مدرسه مهارت های زندگی اسکول اف لایف چاب کرده و چند ناشر همزمان در ایران اینا رو ترجمه کردن اکثرش هم ترجمه های خیلی خیلی خوبیه از جمله نشر هنوز و چند ناشر دیگه که وجود داره و واقعا میتونه به آدم کمک بکنه در مقابل تنهایی برای ورزش کردن برای پول دروردن برای کسب و کار برای مطالعه کردن در مقابل استراب در مقابل غم و قصه یعنی مسئله که همه ای ما هر روز باش مواجهیم و خیلی وقت برامون علامت سواله امه امه امه. حالا اون کاری که در واقع اونجا برای بزرگسال در واقع داره انجام میده ما اینجا اومدیم برای کودک البته من من که میگم ما قطعا گروه های دیگه ای هم هستن که همزمان با ما دارن ما یه مهمان آقای زین بدین که این امه. کارو با با آره آره, آره،, آره. میشناسین بله بله بله, بله. بله. یعنی همین الان ما 880 تا عنوانی کتاب ترجمه شده و تعلیفی توی ایران داریم که موضوعش مهارت زندگیه و حالا این کاری هم که ما کردیم یک دسته از اون گروه ها بوده خیلی دیده شد این کتابا بود میشه بله بله اینا برای در واقع محیط مدرسه است برای اول تا ششم به 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 توی همون سال 94 مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستانی برای اولی ها یه ورقی هم بزنیم ببینیم چه چیزیه که این تو اینا, چی ها آموزش میدیم؟ قصه می و بازی و تمرینی که همون دهتا مهارتی که سازمان جهانی بهداشت گفته آها. توش آموزش داده میشه متناسب با سن بچه یعنی ت... اینا رو توی مدارس هم الان ازش استفاده میشه بله, بله بله دقیقا توی مدارس ازش استفاده میشه برای دومی ها برای سومی ها چهارمی ها پنجمی ها و ششومی ها. من ششومی ها رو یه نگاهی بکنم و نشون بدم به بیننده هامون. سخنرانی بازی. مثلا اینجا مهارت سخنرانی یاد داده شده. مقابله با استرس سخنرانی. که چند گامه. اول فکر کنید که چه چیزهایی میخوایید بگویید بعد جلوی جنبه ایستید. دو نفر از گروه روی کاغذ بزرگ بنویسید. من فکر میکنم سخنرانیش اشتباه است. و ببین داره صداش ها،, ها. دو کاغذ رو به شکل کلابوقی کنید و سرتان بگذارید همینطور که دارید سخنرانی میکنید یه تمرینه که در مقابل بله یه بازیه که آره. همینطور که دارید سخنرانی میکنید به جمله های روی کاغ... ها نگاه کنید چه حسی دارید که آدم بتونه استرابش اگه کسی هم لذت نبرد بتونه کنترل کنه چقدر سخت آدم موقع سخنرانیش دو نفر بیان میگن چه افتضاح چه بده آره آره. آره آره, آره و تهش ما میگیم که این ها فکرای خودمونن فکرای خودمونن که میتونیم مدیریت یعنی میتونیم به کلام مثبتا توی ذهن خودمون فکر کنیم میتونیم به کلا منفی ها فکر کنیم و همه جای دنیا آموزش مهارت زندگی به وسیله همین بازی قصه تمرین با سخنرانی هیچ بچه‌ای مهارت زندگی رو نمی آموزه خلاصه داشت اینا که اینا دیده شد و توی سیزدهمین امین جشنواره رشد که خدا بر برگزار میکنه تقدیر شد ازشون یعنی شد جز کتاب، بهترین کتاب مارتزنی اون دوره چون برگزیده نداشتیم تقدیری داشتیم این یه انگیزه ای شد برای ما که تکمیل کنیم این پروژمون رو اینا الان به چاپ هشتم رسیدن هر هر چاپ سه هزار تا که میدونی خوبه دیگه سه هزار تا تو ایران خیلی. آره ما 500 تا چاپ آره. آره. 700 تا چاپ آره. آره. و همون موقع ما کتاب مربی برای مربی ها در آوردیم راهنمای تدریس مهارت‌های زندگی دوره اول دبستان ویژه مربیان راهنمای تدریس مهارت های زندگی دوره دوم دو که میشه اولی برای اولی تا سومیا اون برای چهارم تا ششمیا و امسال برای والدین در که خیلی زل مهمی ان توی آموزش مهارت های ها. زندگی والدین آگاه از یک تا شش که داره مهارت ها رو به بچه های پایه یک تا شش یاد آره. میده آفر. و تو این گفتیم که تو خونه چه کار کنین آه. یعنی چه روندایی رو در پیش بگیرین که بچه‌تون خداگاه در بشه خب این کتاب خیلی مهمه خیلی بر والدین بل مهمه بل. که بدونن با بچه کلاس اول پای اولشون دوم تا ششم چه چیزایی رو یاد بدن فکر کنم سوالیه که برای همه والدین هست من یه بار دیگه کتابا رو نشون بدم که اگه کسی میخواد یادداشت کنه عکسی بگیره اینا احتمالا برای خیلی از والدین باید جذاب باشه بله خیلی ممنون تو این کتاب هم گفته شده که چه روندایی رو در پیش بگیرن توی تربیتشون که بچه مثلا خلاقتر بشه خداگاهتر بشه مارت اجتماعیش بهتر بشه همین که مکمل اون کتاب کارهای دانش آموزه یعنی اگر دانش آموز داره توی فضای مدرسه اون مهارت رو یاد می‌گیره برای آدم های پ... بالای پنجاه در رده سنی پنجاه تا شهست سال چیزی ننوشتین من کنن؟ <applause> وجه شوخ توانش رو گرفتم. نه واقعا نه معرفش. ولی آخر کار معرفی می‌کنم یه سری کتابای خودم نه ولی عالیه به به خیلی ممنون چون من خیلی احتیاج دارم چش چش حتما معرفی می‌کنم و این کتابم برای بچهای پیش دبستانیه دیگه اونجا اومدیم 10 تا مهارت رو توی ده جلد آوردیم یعنی مهارت مهارت نه پایه پایه از خداگاهی همینجور تا تصمیم گیری این ده تاست برای سنین قبل از دبستان پنج و شش یعنی پیش دبستانی این هم باید خیلی خیلی جذاب باشه مجموعه آموزش چقدر خوبه بچه از قبل از اینکه برن مدرسه وا. با مهارت های زندگی با مواجهه با مشکلات با درد سرا آشنا بشن و تکنیک هایی بلد باشن بله بله. واقعا برای تنهایی هاشون برای ارتباط برقرار کردن هاشون، برای مصیبت هاشون خیلی خوبه واقعا کار بزرگ و مهمیه ممنون خوشبختانه این کتابا این کتابات یه رویکرد هوش‌های چندگانه داره یعنی آها, الان آها. میگن که شما هر چیزی رو که به بچه میخوای یاد بدی یعنی یکی از شیوه های آموزشی اینه که بیای هوش‌های مختلفشون درگیر کنی چون هر بچه همه بچه‌ها باهوشن هر بچه چند تا هوشش بالاتر چند تا هوشش وسطه و چند تا هوش پایین‌تر مثلا کسی که نقاشی میکنه نقاشیش خوب از اون بچه هوش تصویریش بالاست کسی که خوب حرف میزنه هوش کلام. کلامی کسی که خوب با دیگران ارتباط برقرار کنه، هوش اجتماعی حالا اگه بیان بیان توی مدرسه یا فضای آموزشی فعالیت هم اونقدر متنوع باشه مثلا دو دو تا چهار تا رو بیایم هشت جور یاد بدیم که کسی که موسیقایی بلده موسیقایش خوبه با موسیقی یاد بگیره که اینا با اون رو نمیشه مثلا خداگاهی رو هشت جور یاد داده و یکی از جلدار ما ترجمه کردیم و فرستادیم برای کسی که این نظریه رو داده گاردنر که حالا توی کتاب هم معرفیش میکنم اون حوش های چندگانه و ایشون تایید زنده هستن و تایید کردن اون کتاب رو و این هم باعث افتخاری که یه تولید بومی تولید ایرانی در واقع مورد تایید کسی که نظرش. اصلا خیلی کار اساسی و پایه این فوتبال که میگن باید از تیم های پایه آه. شروع بشه مهارت های زندگی هم باید از اون سنس شروع بشه نه من الان دنبالش باشم که هستم میشه بقیه هم آره چرا استاره های قشنگ امروز برای من همشون تازه است مثل فوتبال پایه آره <تصفح> این لطف <تصفح> شما این شما <تصفح> خب. خب اون هم شوخ شوخ که تقدیم به شما به 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 یه نمکتون هم گذاشتین روش بله روانشناسی شوخ طبعی سعید بینیاز که اندازه گیری نم... نمکش هم هست که چقدر با نمکه بسیار عالی خیلی من من به این خیلی احتیاج داشتم اینو پس جدا بذارم کتاب استاد هوشنگ مرادی کرمانی شما که غریبه نیستی من یه توضیح قبلش همه اینا کتابای خداگاهیه خب یعنی ما این مهارت اول مهارت زندگی مهارت خداگاهی باشه این کتابای خداگاهی برای بزرگساله من به دو دلیل این آوردم یکی این که همیشه لازم نیست از روانشناس و خداگاه یاد بگیریم آقای هوشنگ مرادی کرمانی این روایتی که از زندگیش کرده یکی از بهترین روایت زندگی برای خداگاهیه چون ایشون انگار به جای هزار تا ایرانی زندگی کرده به جای ایرانی روستایی زندگی کرده به جای ایرانی که پدر و مادرش یکشون فوت شده یکشون مشکل روان داره زندگی کرده به جای ایرانی که مهاجرت کرده به شهر بزرگ زندگی کرده به جای میدونین برای همین تو و و ایرانیه و تو بالاخره با یکی از اینا چفت میشی و میگی که آدمی که اینقدر سختی کشیده توی بچگیش الان در ارتفاع شکوهناک فروتنیه یعنی <مزنی> <مزنی> <yangine> فکر کنم به هر, به هر چیزی که میخواسته توی ادبیات کودک رسیده دیگه جایزه ملی ترجمه ایفا. و و با اون و و بنابراین یک کتاب خودشناسی و یک کتاب موفقیت بومیه خیلی از کتاب زندگی نامی جابز بنزران بهتره برای یه آدم ایرانی مثلا زندگی نامه خوندن خیلی کاره خیلی. خیلی و خصوصا زندگی خود نوشت بله، بله. مخصوصا زندگی و حالا اگه زندگی نامه خود نوشتم نیست چون یه سنتی که وجود داره در دنیا و در ایران کمه اینه که خیلی میخوان زندگی رو بنویسن ولی بلد نیستن یا دراماتیک کردنش براشون سخته میرن و با از یک نویسنده همکار استفاده بله، بله، میکنن بله، بله. نویسنده اینا میان و زیر نظر شخصی که داره زندگی نامهشونو مینویسه اون نویسنده میاد میگه اینجوری خوبه اینجوری اینجوری, اینجوری یعنی یکی یکی رو در واقع مش صلاح مشورت میکنه و اون نویسنده بر اساس تکنیک هایی که بلده و نو اصول نوشتن می نویسه ولی به تایید و نظر صاحب در واقع زندگی میرسه که خب نمونه بر من بر من یکی از بهترین نمونهاش کتابی که واقعا عمیقا خوندنش بر من دلنشین بوده و تاثیرگذار گذار کتابی به اسم با آخرین نفس هایم که آقای لوئیس بونوئل زندگی نامه خود نوشته اونه ولی جان کلود کریر نوشته ای من فکر مال خود بونوئل نه خود بونوئل گفته و کریر نوشته و همه به تایید آقای بونوئل رسیده عجب کتابیه عجب, عجب کتابیه چه خوب, چه خوب. بله. شخصیت عصبی زمانه ما کارن هورنای ترجمه محمد جعفر مصفا خود رحمتشون کنه آقای مصفا رو بله. دلیل دومی که این, این کتاب ها رو آوردم اینه که متاسفانه ما کتاب های بازاری موفقیت خیلی زیاد داریم هم توی دنیا و هم توی ایران ولی همه اونا مورد تایید نیستن ما دو تا نهله داریم توی کتابای موفقیت یکی اونایی که نویسنده های موفقیت مثل آنتونی رابینز و اینا نوشتن اونا یک اینکه مال فرهنگ ما نیستن دو اینکه بیشترشون هدفشون واقعا موفقیت توی کسب و کار و شغل و پولدار شدن سوم اینکه مبنای علمی ندارن تجربه تجربه اون شخص و اون هم ازشون خیلی چیز میشه یاد گرفت آره ولی خیلی با تفکر انتقادی باید خوندشون خب, خب. و بعضی وقتا سمن چرا چون که اعتیاد پیدا میکنه آدم بهشون چون حال خوبی به آدم میدن این مصرف مواده و بعدا که ازشون دور میشی خمار میشه و دوباره باید مصرفشون کنی کلا نویسنده های انگیزشی و سخنرانه های انگیزشی اینجوری اما اما از فروید که اولین روان درمانگر جهان بوده تا همین الان مهمترین نظریه پردازای جهان همیشه یکی از کتاباشون بر خود مردم بوده چرا ما رو نخونیم نظر پرزی روانشناسی منظورم شخصیت عصبی زمانه ما درباره چیه یعنی همون کتاب هورنایی که بر مردمه حالا هورنا چند تا کتاب بر مردم داره این یکی از مهمتریناش این اصطلاحی که میگن فلانی اقتدار طلبه یا فلانی مهر طلبه. اولین بار تو این کتاب هم اومده میگه که ما ممکنه که یه تیپ های شخصیتی مثل اقتدار طلبی مهر طلبی داشته باشیم ریشه اینو در بچگی میگه و میگه که چجوری میشه تغییرش داد در مورد شخص عصبی زمانی ما در مورد اینه که این چقدر کتاب ها الان در واقع از این کهن فروشی های انقلاب گرفتم چقدر کتاب قدیمی و چقدر همچنان داره تجدید چاپ میشه این خودش یه نشونه اینه که میتونه موثر باشه رو آدم و آقای مصفا هم خیلی ترجمه خوبی از آشگاه رویاه ها کارل یونگ برگردان دکتر ابوالقاسم اسمایل پور کتاب قبلی از نشر گفتار بود و کتاب جناب مرادی کرمانی هم که مثل بقیه ادشات معین باید باشه بله بله, بله،, بله، نشر معین بله, بله، میفهمید مثلا رویاه های یونگ هم خودش ننوشته در واقع مجموعه ای از سخنرانیا ها و جاهایی که گفتاری داشته منتها همه ای آدم ها میتونن بفهمنش و بفهمن چقدر رویاه ها خوابای ما مهمه میتونه به خودشناسیمون کمک کنه تغییر ذهن ها هوارد گاردنر هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران ترجمه سید کمال خرازی که وزیر امور خارجه بود بله بله بله, 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 بله روانشناس روانشناس آقای گاردنر کسی که نظریه هوشای چندگانه رو داده میبینین اسم کتاب خیلی شبیه اسم کتاب های موفقیته که همون کتاب بازاریا ولی واقعا کتاب علمیه تو این کتاب میگه که ذهن ما از چه عناصری تشکیل شده و ما آدما چه مقاومت هایی داریم برای اینکه ذهنیت خودمون تغییر ندیم من چرا اینا رو آوردم تو کتاب خودشناسی ولی بیشتر میگه دیگر چون یه فصل داره که چجوری ذهن خودمون رو تغییر بدیم گارنر خودش آدمی بوده که فکر میکرده که ما آدم باهوش کمهوش تیزهوش داریم و اول ذهن خودش رو تغییر داده که نه همه آدما همه آدمایی که مغز سالم دارن باهوشن اما نوع هوششون تغییر میکنه داره اون تجربه رو با ما از نظر علمی آره در میون میذاره به اشتراک میذاره و برای کسایی که میخوان ذهن خودشون تا یا شغلشون جوریه که باید دیگران اقناع کنن بسیار کتاب خوب و علمی خیلی ممنونم کتاب آخر زندگی خود را دوباره بیافرینید با مقدمه آرون تی عینک بزنم تی بگ بک, ت... بک. ترجمه دکتر حسن حمیدپور، الناز پیرمرادی، ناهید گلیزاده، جفری یانگ و جانت کلوسکو نوشتن و انتشارات ارجمند این کتاب رو درآورده ای اینو یک هم شما توی برنامه تو معرفی کردین، آیه شکوری معرفی کرده بودن؟ بله. این یکی از مهمترین کتابای قرن 21 قطعا خواهد شد توی حوزه روانشناسی چون که به ما میگه که با ترجمه دیگه ای فکر کنم آره 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 ولی به من این ترجمه بهتره چون خود آقای دکتر حمیدپور کارش طروار درمانیه که آها. روی کرده این کتابه این کتابه کتاب مردم برای مردم نوشته شده و بهشون میگه که ما یه سری تله های فکری داریم بهشون میگه تله زندگی مثلا اینکه ما هم فکر کنیم که من چقدر آدم تنهایی هستم یا فکر کنیم که همیشه یه چیزی رو باید در حد کمالش انجام بدم یا اینکه فکر کنیم که من آدم وابسته ای به دیگران هستم میگه این تله های فکری ریشه دارن در کودکی و میشه تغییرشون داد ریشه های کود اول که شیوه سنجش رو گفته تست داره اولش بعد ریشه های کودکیش رو گفته بعد گفته که چجوری تغییرش بده دوباره پایه های علمی بروزی داره و اقبال بهش توی دنیا خیلی زیاد بوده این روی کرد ترواره در با اون زندگی اسم علمیش طرحواره است کرد تر توی ایران خیلی از روان درمانگرا رو الان شیوهشون رو دارن به این تغییر میدن و اه اون وجه در واقع پژوهش پایه بودش بودنش خیلی مهمه یعنی هر چیزی که گفته بر اساس پژوهش های علمی گفته و خیلی هم موثر شیوه درمانی بسیار ممنون لهم. اینا برای 18 به بالا همشون برای بخونه. 18 به بالا آره کدومشو بخونم به نظرم از زندگی خود را دوباره بیافرینید از این شروع, کنید آره. احسن. ولی ولی وجه عدبیتون و وجه عدبیتون و هورنای و یونگ بیشتر ببینید آره. با من دارین چی کار آره. میگین اینو بخون ولی اونا رو بخون آخه الان یکشون آره. بخون <تصفح> <تصفح> شوخی این بروستره بله. اما اونها چون که توی دوره ای شدن که خیلی خیلی نزدیک تر بوده ادبیات روانشناسی فلسفه آها، آها. و اون وجه ادبیتونو بیشتر قلقلک میکنه قربون شما برم خیلی خیلی ممنونم هم میل نکردین حالا بعد نیست. از برنامه ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم خواهش میکنم یکی رو به عنوان یادگاری از ما قبول کنیم چش بفرمایید بریم ببینیم بله خب من چون دوباره دوست دارم روایت کنم بله. من از قبل انتخابمو کردم بح بح حافظ عزیز هم استانیم آها شیراز آره شیراز ولی دلیلش این که هم شهری و هم نیست دلیلش اینه که من توی بچگی کار میکردم یعنی توی تابستونا اونجا اون موقع چیز بود رایج بود که من پدرم پاچه فروش و کنارش کار میکردم و سال دوم ابتدایی اولین پولی که خودم در آوردم و دادم یه دیوان حافظ گرفتم که هنوز دارمش بح, بح آره اون موقع و از دوم ابتدایی حافظ میخونید آره،, آره آره اولین شعرش رو حفظ کردم بدون اینکه که بدونم چی علایه یا های اصلافی و و بردم اینو توی مسجد محل روحانی بود اه کار فرنگی میکرد اونجا و خوندم و اینقدر تشویق هم کرد که دیگه نرفتم شعر دومی رو حفظ کنم همون یکی مون آره تشویق زیاد این اصلا من داره آره ولی خب حافظ همیشه همدم من هم بوده و هست هست سعدی چی حافظ بیشتر بیشتر به حافظ علاقه من بسیار عالی یه عکس من بگیرم که برای ما بمونه بله بله حتما خیلی متشکرم من اجازه دارم دستام بذارم روشون باعث افتخار با من با با این لطف شما سه دو یک اینو خاموش روشنش کنیم های بینیاز یه ذره تکون بدم گرم شه چند وقته که بله سه دو یک جناب بینیاز ما آرزومون در برنامه کتاب باز اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و بیشتر کتاب بخونن آرزوهای خوبیه به نظرتون قطعا آرزوی خوبیه مردمی که بیشتر کتاب میخوانند، بیشتر فکر میکنند و سرنوشت بهتری دارن قطعا ارادتمندم خیلی شوش. متشکرم که دعوت ما را قبول کردید روز کردید و به کتاب باز اومدید باعث افتخار من بی نهایت سپاس ارادتمند میکنم. میکنم حرف های بزرگ را بگذاریم دیگران بزنند ما با همین کلمات کوچک هم به مقصد میرسیم کلمات کوچک کلمات مهمی هستند خیلی از زندگی ها با یک سلام آغاز شدند سلام پرسیدم زندگی به چه می ماند گفت به اجاق برای روشن کردنش یک شعله کوچک یک اشتیاق و کمی گیزون لازم است زندگی هم همین گونه است برای روشن کردنش یک عشق و یک دل مهربان می خواهد و کمی هیزم هیزم های زندگی نان هستند سقف خانه هستند لبخند ها نشنیدن ها ندیدن بعضی چیزها، نگفتن بعضی از حرفها، ها تشویق ها نوازش ها تحسین ها هستند کار کردن کار کردن آرمیدن آرمیدن در غم انسان نشستن پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن در تله افتاد آهو بچگان را شیر دادن نیم روز خستگی را در پناه در رماندن آری, آری زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست بر بیافروزیش رقص اش در هر کرام پیداست ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست ما خداحافظ. خانم مصطفی زاده سلام سلام ارادتمندم بفرمایید که موضوع این برنامه چیه یه چیزی که خیلی از من میپرسن کتاب برای بچه‌هایی که خیلی خیلی کچولو یعنی مثلا ما میگیم یک تا سه سال یک تا سه سال پس برای بچه یک سال هم شه کتاب خود. بله بله زیر یک سال هم میشه کتاب دستش داد ولی اصولا بچه های اون سن با کتاب بازی میکنن پس ما کتابایی رو بهشون میدیم که پاره نشه دست و رو زخم نکنه مثلا کتابای پارچه ای کتابای پلاستیکی فومی بچه ها با اون کتابا بازی میکنن فقط با اینکه یه چیزی به اسم کتاب وجود داره ورق میزنیم آشنا میشن برای یک تا سه سال که بهشون میگن رده سنی نوپا میشه دیگه قصه خوند میشه کتاب خوند بچه میفهمه که ما از روی اینا یه چیز تکراری یا هر بار میخونیم چند تا نکته در مورد کتاب های نوپا هست که موجب میشه که بچه ها کتاب رو دوست داشته باشن یکی از مهمترین هاش ریتمه این که بچه اون چیزی که میشنوه یه آهنگی داشته باشه آها. نه حتی الزامن شعر باشه یکی از نمونه‌های فوق‌الاده ریتم کتابای منو شهر احترامیه که از قدیمم بوده. حسنی ما یه بره داشت، قصه ای به شعر کودکانه. اینو فکر کنم ما هم بچگی خوندیم دیگه هممون. بله که سری کتاب‌های منتشر شده از ناشری که چرا اسم ناشر خیلی سخت میشه پیدا کرد کتابش هم یه خورده قدیمیه راستش منم یادم نمیاد اسم ناشر چیه ولی ناشر کلا این مجموعه کتاب رو زده و فکر ناشر هنرور سی چل ساله که داره همینا رو به همین شکل میزنه بله که این شعر دیگه بله نمیدونم شما تو بچگی تو اینو خوندین یا نه نمتصفان. حسنی ما یه بره داشت بره خیلی دوست میداش یا اون که حسنی نگون... توپلی زبر و زرنگ و تقلی بله اینو ما بچه که بودیم یه دونه دیگه هست که موی بلند روی سیاه ناخونه دراز واه 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 اونم باز از همین مجموعه است اون حسنی هموم نمیرفت این حسنی گوسه و بچه‌ها لذت میبرن از بچه ها آهنگ به راحتی حفظ میکنن اولا خیلی زود یادشون میمونه یعنی من اگر اینو حفظم به واسطه اینی که هم تو بچگی خودم خوندم هم برای بچه‌هام خیلی خوندم در نتیجه اصلا دیگه تو ذهنم این که گفتیم بر بچه هاتون خیلی خوندین چرا بچه ها به تکرار شنیدن قصه علاقه من این از اون ماجراهاست که ما وقتی مامان بابا ها میان برای بچه های خیلی کوچیکشون کتاب بخرن بهش میگیم ببین یه کتابی بخر که بتونی روزی چهل بار بخونیش یه کتابی نخر خودت بدت بیاد بچه های نوپا از تکرار یک کتاب احساس امنیت میکنن دوست ندارن هی hey, با یه چیز جدید مواجه بشن براشون یه کم اضطراب میاره دائم چیزهای جدید دیدن مثلا دیدیم وقتی وارد یه جای جدید میشن بچهای خیلی کوچولو اولش حتما احساس عدم امنیت میکنن میچسبن به مامان باباشون یه مدت طول میکشه تا با اون خوب بگیرن ولی خونه یه مثلا مامان بزرگ که بارها رفتن یا همون پارک دم خونه که بارها رفتن اون براشون دیگه مطلوب دوست دارن که برن درباره کتاب ها همینطوره بچه های سنی نوپا تکرار رو خیلی دوست دارن به همین دلیل من کتابای بچه های خودم که الان آوردم رده سنی نوپا همشون رو حفظم چون هر کدوم مثلا روزی ده بار پونزه بار بیس بار خوندم این یه نکته ای داره نمیدونم درسته یا نه که اگر ما بخوایم پس به الگوهای اصلی و پایه‌ای یاد گرفتن به پردازیم احتمالا تکرار حتی برای بزرگسال هم میتونه آموزش رو خیلی عمیق و ریشه و بله. پایدار کنه بله و باز به همین دلیل خیلی مهم میکنه که ما برای بچه نوپامون چی داریم میخونیم آیا چیزی که میخونیم به این فکر کنیم که این قراره بشه توی عمیق ترین قسمت ذهنش قرار بگیره اون چیزی که دارم میخونم انقدر ارزشمند هست که بخوام اینو تو عمیق ترین قسمت ذهنش ثبت بکنم حواسم باشه که کتابی که میخونم کتابی نباشه که بد باشه ترسناک باشه تشویق به مثلا کار بدی بکنش مثلا یه سری کتابهای نوپا وجود داره الان توی بازار که توی اونها اون بچه‌ای که شخصیت اصلی کتابه بچه بدیه کار بد میکنه من نمیخوام اینو به بچم بدم من اینو برای بچه نوپام نمیخونم چون دوست ندارم یه خاطره عذاب وجدان توی ذهن این بچه بمونه بچه که هی کار بد میکنه دعواش میکنن عذاب وجدان میگیره مثلا اصلاحش میکنه من یه بچه مثبت پیدا میکنم یه شعر یه کتابی پیدا میکنم که یه چیز مثبتی برای بچم داشته باشه احساس بکنه که من چقدر توانام من چقدر خوبم من و این بچه که باهاش همزاد پنداری میکنم میتونیم کارهای خوبی بکنیم اتفاقای خوبی توی زندگیمون ایجاد بکنیم اینا به همین دلیل مهمش میکنه انتخاب کتاب نوپا رو باز از کتابایی که هم ریتمشون خیلی خوبه هم من دوست دارم تصویرسازی این کتاب دیده بشه اینه خانه ها جور و جورند. نینی کتاب خانوم شکوه قاسم نیا و خانوم عتیه سهرابی ناشرش هم پیدایش تصویراش هم ببینیم ببینید چه رنگای تندی داره تصویرای خیلی واضحی داره برای بچه نوپا بله که چشم رو به سمت خودش بله. میکشونه خانه زنبور زنبوره که وزوزوست خونش چیه؟ یکندوست. موم و اصل میسازه برای دشمن و دوست این راجب خونه هاست حالا کتاب های دیگه ای هم داره توی این مجموعه خیلی جالبه خیلی رنگ های خیلی خوبی داره کتاب برای ورق زدن بچه خیلی مناسبه یه مجموعه دیگه هست من دو تا آوردم ولی تعدادش خواهش می‌کنم شما تعدادش بیشتر از اینه پنج تا انگشت بودند که سه تا نقطه قضاها جناب آقای مصطفی رحمان دوست تصویرگر هدا حدادی حد و نشر پیدایش این مجموعه ایده ای که گرفته از اون اولی گفت دومی گفت لیلی لیلی هوزک بود آها آها از اون ایده رو گرفته و این اولی و دومی تا پنجمی هر حالا تو هر مجموعه راجع به یه چیزی حرف میزنم مثلا یکیش رسوم و سنت هاست ایدهای مختلف مراسم مختلف یکیش بازی هاست. یکیش اون که دست شماست قضا هاست قضا هاست این یکی بازی هاست از همون سری اینا برای بچه کف دستش میگیری لیلی لیلی لی حوزک رو میخونی بعد اولی گفت انگشتش رو دونه دونه میبندی و این یه بازیه که هم با بچه نوپا بازی کردی هم کتاب براش خوندی چه قدم لذت بخش میشه بله بله من در بچگی مادر بزرگم با این بازی رو میکرد و خیلی خوش آیند بود بچه ها خیلی دوست دارن اصلا این لمس این که دو دست بچه رو لمس بکنه و همیشه هم خیلی, خیلی شیطونه بله, بله بله, بله. تو این کتاب هم, بله. هم همیشه این اون جواب عجیبه رو بله. میده که بچه انتظارش رو بله. نداره آخری هم هست آدم میگه اه اصلا آه، این من کله بله. یه چیزی راجبه به نوپا وجود داره اونم اینه که بچه‌های یه نیازهایی دارن که خیلی وقتا مثلا کسایی که بچه‌های بزرگتر دارن یا کسایی که بچه ندارن فکر می‌کنن که آخه برای این هم باید کتاب تولید بکنیم. در حالی که اون لحظه اون نیاز واقعی بچه است. مثلا فرض کنید اینکه که پستونک بچه گم شده برای بچه خیلی مهمه. واقعا یه بخش مهمی از زندگیشه مگه کلا زندگیش چقدر بخش داره اون تیکه مهمیه یا از پوشک گرفتن بچه و وارد فرایند دستشویی رفتن کردنش خیلی برای والدین سخته خیلی دوره سختی رو سپری میکنن و اینکه به بچه یاد بدن که حالا تو بزرگ شدی تو دیگه مثلا باید لباس خودتو بپوشی باید دستشویی بری بچه ها. حتی بعضیاشون دچار وحشت میشن دچار اضطراب میشن خیلی وقتا کتاب ها توی این دوره های سخت به مادر پدرها کمک کنند. سبزی ها شورت می پوشند. جرد چپمن مترجم مجده شاه نعمت اللهی ناشر کتاب پارک. کتاب پارک. یک تا سه ساله ها. این مثلا مال دوره که میخوای به بچه بگی که تو دیگه بزرگ شدی و قراره که از این به بعد به جای اینکه پوشک بپوشی لباسیر بپوشی و بعد بچه ها حالا اینکه بعضیشون مقاومت دارن در مقابلش بعضی موقع میخوای بهش بگی که عزیزم تو خیلی بزرگ شدی پس دیگه وقتشه که مثلا نشونه بزرگی اینه که تو الان از لباسیر استفاده بکنی به جای پوشک بسیار عالی چقدر کتابایی که داریم معرفی میکنیم کاربردیه چقدر کاربردیه این نشون داده که در این صفحه <تصفحه> که برای هر روز یک لباسی مناسب باید وجود داشته باشه و لباس باید تعویز بشه خیلی لب... کتاب با نمکی هم هست بچه خوششون میاد از قیافه یه چیز دیگه در مورد بچه های نوپا اینه که یه دوره های مشخصی دارن هر کدوم یه کارایی رو حتما تو اون دوره انجام میدم مثلا یه دورایی هست میگن دوره قشقرق بچهای دو سه ساله اینطورین مثلا یه چیزی رو میخوان یهو خودشونو میکوبن زمین دست و پاشونو میزنن زمین جیغ میزنن میذارن رو سرشون اونجا رو خب والدین چون اون یه بچه رو باهاش مواجه فکر اتفاق خیلی بدی افتاده بعد اگه با والدین دیگه حرف بزنن میبینن که بابا همه بچهای این دوره رو دارن و خب یه سری راهکار روانشناسی براش وجود داره یکی از کارهایی که بچه‌ها میکنن توی دوره ای و خیلی عجیبه برای کسایی که حالا شاید وارد اون دوره نش شدن بچه‌هاشون اینه که بچه‌ها یه دوره میرن همه چی رو بغل میکنن همه بچه‌های دیگر رو بغل میکنن بچه‌ای که کوچیک‌تره حتی ممکنه آسیب ببینه واقعا مثلا یه جوری بغلش کنه که بیفته زمین ولی اون متوجه نیست که کار بدی نمیخواد بکنه خیلی علاقه داره به بغل کردن یه کتابی هست که موضوعش همین بغل کردن است توپلی بغلی سکات کمبل مترجم گیتی خامنه ای خانم خامنه ای بله. ترجمه کردن کتاب پارک یک تا سه سالا خانم خامنه سالها مجری برنامه بله، کودک بله. بودن بله بله بسیار این در بغل بقل کردن. بله بچه ای که دوست داره همه چی رو بغل کنه و یه پایانبندی خیلی مهربون داره اینکه بچه ای که همه چی رو بغل میکنه آخرش خودش دلش بغل میخواد حالا کیه که باید توپلی بغلی رو بغل بکنه مامان ببینم آخرش خودش ببینم رو خودش از بغل مامانش میگیره آها خوب حالا تو توپلی بغلی خودش بغل مامان رو میخواد بسیار دوباره برمیگرده سر کتاب و بغل کردن همه بچه‌ها یه چیزایی هم راجع به انتخاب کتاب برای نوپا بگم کتاب های نوپا از بچه های یک ساله که شروع میکنیم کتاب های تک کلمه ای هست مثلا فرض کنید تو هر صفحه ورق میزنیم و یه دونه کلمه داره کتابهایی که حالا شکل رو نشون میدن توپ، اسب، چیزایی که بچه ها میشناسن بعد کم کم ما وارد کتاب هایی میشیم که یک کمی قصه دارن این قصه حد اکثر یه جمله است بچه مثلا این کتاب توپولی برقلی برای بچه سه سال شاید مناسبه یکم قصه داره توپلی بغلی همه رو بغل میکنه خودش بغل مامانش رو میخواد این شد دو تا جمله پس ما یه قصه رو یکم باید برای بچه بزرگتری بخونیم از قصه های ساده شروع میکنیم که بچه بتونه به راحتی سر و تهش رو بدونه قصه های نوپا ها مطلقا پیچیدگی ندارن هیچ ابهامی توشون وجود نداره اصلا سوالی توشون نیست که بچه بخواد جواب بده این خطی هست که تو کلاس های داستان نویسی درس میدن که ما از صفر شروع میکنیم به گره رسیم و تموم میشه همینقدر صافه من یکی از کتابای اون مقطع هنوز حفظم خواهیم براتون چون سریع تعریف کنم قصه شو دو تا کلمه هست بگیم یه ذره بیشتره کتاب این بود با تصویرهای خیلی زیبا مال کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان هم بود اگر اشتباه نکنم کتاب داستانش این بود که اگر همه درخت های یک درخت بود عجب درخت بزرگی میشد و اگر همه تبرها یک تبر بود عجب تبر بزرگی میشد و اگر همه انسان ها یک انسان بودند عجب انسان بزرگی میشد و اگر همه دریاها یک دریا بودند عجب دریای بزرگی میشد و اگر آن انسان بزرگ با آن تبر بزرگ آن درخت بزرگ را قطع می کرد و در آن دریای بزرگ میافتاد عجب صدای شلپ بزرگی می آمد. این یک جمله یعنی اینو میشه قشنگ تو یه جمله برای بچه گفت دیگه اگه همه چی رو بزرگ کنی چقدر مثلا اون شالاپم بزرگ میشه به همین دلیل شما یادتون مونده که انقدر یه خطی و راحت هره، بوده هره. برای بچه های نوپا اگر کتاب انتخاب میکنیم باید همینقدر ساده باشه همینقدر قابل فهم باشه مثلا الان این کتابی که شما خوندین تو اون دوره به شما مفهوم کوچیک و بزرگ رو یاد داده یه مفهوم خیلی ساره. و خیلی من خیال پردازی میکردم با این که اگه همه درخت های درخت بودن عجب درخت بزرگی میشد یعنی اینو واقعا هی فکر میکردم بعد به اون درخت بزرگه فکر میکردم به اون یه چیز اتحاد این با هم بودن عظمت این مفاهیم هم داشت تو ذهنم شکل میگرفت بله همینطوره امیدوارم که والدین از همون نوپایی کتاب خوندن برای بچه ها رو شروع بکنن چون ما هرچی دیرتر بخوایم بچه رو با کتاب آشنا بکنیم حتما سختتر میشه بسیار بسیار ممنونم سلامت چقدر خوبه باز هم میگم عفه چندم اینو میگم ولی باز هم خواهم گفت چقدر خوبه که شما یکی از کارشناسان کتاب باز شدید امیدوارم لطفا. این بخش کارشناسی پایدار باشه و برای بخش سریای بعدمون.